سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه ششم اوت یا آگست 2011 و 15 مرداد 1390. قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم عرض شود که میخواستم یکی دو تا نکته. یکی اینه که برنامه های روز سه‌شنبه رو امید من اینه که از ماه سپتامبر بعد از اینکه عزیزان از مسافرت هاشون برگردن و غیره، چون ماه اوت در حقیقت موقعیه که خیلی ها در مسافرت هستن و تعطیلی، از سپتامبر شروع بکنیم و لااقل در چهار هفته ماه سپتامبر برنامه ی رفتن به ریشه ها رو به جایی برسونیم. و در ضمن میخواستم از عزیزان خواهش بکنم که هر سوالی که دارن اینا رو تنظیم بکنن، واقعا هر سوالی، و اینا رو برای من از طریق نامه، ایمیل، اونایی که تلفن دارن تلفن و غیره و غیره بفرستن. در درجه اول از طریق ایمیل، که ما چند جلسه هم سه‌شنبه ها رو اختصاص بدیم به پرسش و پاسخ، برای اینکه یه جلسه که ما داشتیم مورد استقبال خیلی از عزیزان قرار گرفته و به نظر من در زمینه پاسخ دادن به پرسش ها هم میشه مسائل تئوریک رو باز کرد. بنابراین این رو میخواستم از عزیزان که مطلب دوم اینه که چند تا سایت اینترنتی رو میخواستم به عزیزان و تلویزیون معرفی بکنم. راسخ جان اونا رو بذار، چون حالا اگر شد صحبتشو میکنم که چرا لازم ما در حقیقت رسانه های آلترناتیو داشته باشیم، تا اگر شد من بعضی از رسانه های هم فارسی و هم انگلیسی رو که قبلا خود من به عزیزان معرفی کردم، حالا بر سر مسئله لیبی و بر سر مسئله سوریه کاملا به اصطلاح چهرهشون آشکار شده که اینا به اصطلاح چجوریه. فقط به اصطلاح مال ایرانی رو عرض نمی کنم، مال عرض شود که انگلیسی رو، فرزن به اصطلاح هوان کول رو که من به عزیزان معرفی کردم و دموکراسی ناو رو، حالا صحبتشو می کنم که چرا اینا واقعا به بیراهه دارن میرن و ما رو میتونن به بیراهه بکشونن. یکی از دانشجوتیوی.com که هفته گذشته من فقط اشارهی بهش کردم، واقعا یک سایت فارسی فوق‌العاده غنیه که به اصطلاح تعداد بسیار زیادی از تلویزیون‌ها و سایر سایت‌های اینترنتی و غیره و غیره درش هست و از جمله برنامه استقلال، آزادی و هر شود که عدالت اجتماعی هم توش هست. بنابراین به اصطلاح سایت ارزشمندیه. یکی RT TV هستش، فکر می‌کنم مخفف رشیا تودی، که واقعا برنامه های بسیار جالبی داره که همین عزیزان دانشجو تیوی هم اینا رو به اصطلاح اضافه کرد به اصطلاح اون سایتشون. rt.com باید باشه. یکی دیگه ریل نیوز تیوی، عرض شود که therealnewstv.com یا therealnews.com، که اون هم برنامه های بسیار آموزندهی داره، به مهمانانی رو که گردانندش میاره، مهمانان معروف درجه یک و واقعا هم اقتصاددان هم به اصطلاح استادان علوم سیاسی و غیره و غیره هستن، از جمله راجع به ایران چندین برنامه داشته. یکی دیگه که قبلا این رو من معرفی کردم به عزیزان، antiwar.com، به ویژه مال امروزش رو به مناسبتی که حالا صحبتش رو خواهم کرد برای عزیزان میگم، که چندین مقاله جالب راجع به ششم ماه اوت. مرسی راسخ جان. امروز ششم ماه اوته، 66مین سالگرد روزی است که دولت امریکا عصر کاربرد بمب اتمی علیه مردم غیر نظامی رو با انداختن بمب اتمی بر سر مردم شهر هیروشیما آغاز کرد، و سه روز بعد یعنی نهم اوت
1945 دومین بمب اتمی رو روی شهر و روی مردم ناکازاکی انداخت و به این ترتیب در عرض 3 یا 4 روز چند صد هزار نفر مردم رو از زن و بچه و پیر و جوان قتل عام کرد و نه تنها آن، بلکه این قتل عام رو جشن گرفت. عزیزان باید هم به بی بی سی الان برنامه مفصلی داره راجع به این قضیه و هم سایت های اینترنتی متعددی راجع به انداختن بمب اتم روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی، و عزیزان میدونن که مراسمی هر سال گرفته میشه در اونجا. دستگاه های تلویزیونی لااقل بی بی سی، ولی در امریکا من ندیدم که داشته باشن، ولی بعضی از این سایت ها از جمله antiwar.com که به عزیزان معرفی کردم چندین مقاله جالب راجع به این قضیه داره و بعد فیلم و ویدیو و غیره و غیره که یه مقدارش رو از داکیومنت های خود امریکا و بی بی سی گرفته و نشون میده که چه بر سر این دو شهر رفت و چطور با خاک یکسان کرد و صدها هزار انسان رو قتل عام کرد و چطور اونهایی که توی این هواپیما هستن و سیاست مدارای امریکا چطور به هم دیگه تبریک میگن. اینا منو به یاد موقعی که اینا چگوارا رو کشتن، من امریکا بودم و چطور شامپاین، در حقیقت بطری های شامپاین باز کردن. حالا صحبت میکنم که اینا فرهنگشون چیه، چه نوع فرهنگی دارن واقعا. از کشتار مردم خوشحال میشن، نه تنها متاثر نمیشن، خوشحال میشن، جشن گرفتن و با تبلیغاتی کم نظیر در تاریخ واقعا و با تحریف جنایتکارانه تاریخ به مردم امریکا قبولوندن که با این کار جان 1 میلیون نفر هم امریکایی و هم ژاپنی رو نجات دادن. عزیزان باید ادبیات اینها رو بعد از اینکه این بمب رو منفجر میکنن و صدها هزار انسان رو میکشن، آدم باید مطالعه بکنه تا ببینه اینا کیان و چیان. میخواستم من چند تا مقاله و کتاب به عزیزان معرفی بکنم. ما باید تاریخمون رو یاد بگیریم، باید تاریخمون رو بخونیم، برای اینکه روشن فکرایی که یه زمانی در حقیقت سرسپرده شوروی بودن یا آلبانی بودن یا چین بودن و بعد ارباب عوض کردن و الان سرسپرده امریکا شدن، در واقع اینایی که من اسمشون گذاشتم چپ بریده، که واقعا یه زمانی سرسپرده اون طرف بودن و بعد از فروپاشی شوروی سرسپرده این طرف شدن، یعنی هیچگاه اینا استقلال نداشتن، استقلال فردی اینا نداشتن، به همین دلیل که الان هم میگن که استقلال اصلا معنی نداره. باید برن و این تاریخ رو بخونن، این تاریخ رو بخونن و ما تاریخمون رو باید بخونیم که این روشنفکرها نتونن خاک تو چشم ما بپاشن. مقاله‌ای هست در کانتر پانچ، عزیزان هم در کانتر پانچ، هم در کامن دریمز و هم در انتی وار که من دوتای اولی رو هفته گذشته به عزیزان معرفی کردم، ولی این هفته antiwar.com چندین مقاله راجع به این قضیه نوشته شده، ولی در کانتر پانچ مقاله مفصلی هست به قلم گر البروویتس، الپروویتس، عذر میخوام، گر جی ار الپروویتس ای ال پی ار او وی آی تی زی الپروویتس. نه تنها این مقاله فوق العاده مقاله ارزشمندیه، بلکه الپروویتس کتابی نوشته که در حقیقت کلاسیک واقعا، زیر عنوان The Decision to use the atomic bomb. The decision to use the atomic bomb. کتابیه که واقعا تحقیق عظیمی راجع به این قضیه شده که چه کسایی تصمیم گرفتن بمب اتم روی شهرهای هیروشیما و ناکازاکی به کار ببرن به قیمت کشته شدن صدها هزار انسان.
عزیزان میدونن که در همین ایالت نیو مکزیکو در لابراتوارهای لس آلاموس نتیجه تحقیقات عظیمی که هم آلبرت اینشتین و هم اوپنهایمر کرده بودن، بالاخره اینا ازش استفاده کردن و بمب اتم رو در حقیقت دیولاپ کردن یا درست کردن برای اولین بار. و اولین بمب اتم رو در 16 جولای در همین بیابانهای نیو مکزیکو منفجر. تاریخ این رو باید عزیزان بخونن که اینا در دهه از اواخر 1940 و اوائل دهه 1950 چقدر اینا آزمایشات اتمی به ویژه در بیابانهای نیو مکزیکو و سایر بیابانها و قسمتهای غربی امریکا انجام دادن و چطور صدها هزار و میلیونها مردم امریکا رو بدون این که بهشون میگن که اینا چه خطراتی داره آلوده کردن. الان در بعضی از ایالتهای امریکا واقعا سرطان یه اپیدمیه. چقدر از این مناطق خود امریکا را آلوده به مواد رادیواکتیو کردن. برای اینکه حالا صحبت چه میکنم، فرضاً ما فکر میکنیم که اینا میرن کشورهای دیگر رو اشغال میکنن یا قتل عام میکنن یا غارت میکنن یا چپاول میکنن که بیارن بدن به مردم خودشون و مثلا مردم امریکا خوشبخت زندگی بکنن. حالا عرض میکنم که چه بر سر مردم خود امریکا بردن، حالا چه از نظر اینهایی رو که عرض کردم و چه آزمایشاتی برای سیفلیس، برای سوزاک، برای بسیاری از چیزهای به اصطلاح روانی روی مردم امریکا کردن، واکسن‌ها رو چطور چیزهای خطرناک رو روی خود مردم امریکا، البته بیشتر افریقایی تبارها و به اصطلاح اقلیت‌ها، ولی در این حال سفید پوستان همین کشور هم قربانی یک چنین چیزها و چنین جنایاتی بودن. اینا فقط بیرحمی و شقاوتشون رو در مورد کشورهای دیگه به کار نمیبرن، در مورد مردم خودشون. حالا عرض میکنم که فرضاً خود ریگان چه کار کرده و غیره و غیره از نظر اقتصادی. بنابراین میخواستم عزیزان رو به اصطلاح رجوع بدم به این کتاب فوق العاده پر اهمیت و اگر به سایت های اینترنتی این روزها برن، به ویژه به زبان انگلیسی، شما در سایت های فارسی یا نمیدونم رادیو تلویزیون های لس آنجلسی نمیتونید این چیزا رو، باید ما بریم دنبال به سایر رسانه های آلترناتیو تا بتونیم دانشمون رو بالا ببریم، تاریخمون رو یاد بگیریم و ببینیم ریشه های جنگ سرد چی بوده. در این مقاله عزیزان میخونن که چرا اصولا بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی به کار رفت، آیا واقعا از نظر نظامی لزومی به این داشته. فقط چند نکته رو به عزیزان بگم. در جنگ دوم جهانی در اوائل ماه مه آلمان تسلیم میشه و در حقیقت شوروی ما میدونیم که بزرگترین قربانی رو در این جنگ میده و واقعا هیتلر رو شکست میده با دادن 20 میلیون یا بیشتر کشته از مردم شوروی. شکست میخوره در ماه می. در جولای، حالا فکر میکنم در همون به اصطلاح اواسط ماه جولای هست، در پوتسدام یکی از شهرهای آلمانی که تسلیم شده است، آلمان تسلیم شده، نیروهای به اصطلاح پیروز که امریکا و عرشبت که اروپا و که در حقیقت انگلیس و بعدش هم شوروی کنفرانسی دارن، گرد همایی دارن که خود استالین هم شرکت میکنه و در اونجا در حقیقت از شوروی، اون موقع هنوز ژاپن تسلیم نشده، شوروی قول میده که بعد از اینکه آلمان رو شکست داده در جنگ علیه ژاپن هم وارد بشه به همراه امریکا و انگلیس، در درجه اول امریکا. این قول رو از شوروی میگیرن و از اواخر جولای در حقیقت شوروی خودش رو آماده میکنه که وارد جنگ به ویژه در منچوری، برای اینکه عزیزان میدونن که از سال 1931 در واقع ژاپن اومده بود و منچوری رو چیز کرده بود که این برمیگرده به تاریخ چین که چطور به اصطلاح
اون زمان به اصطلاح انقلاب چین در چه وضعیتی بوده و چطور حزب کمونیست چین تصمیم میگیره که به جای اینکه علیه چیانکانشک و کومینتانگ به جنگه، علیه به اصطلاح نیروهای تجاوزگر ژاپنی به جنگه. این خودش داستان و تاریخ مفصلی داره که به اصطلاح شیوه عملکرد حزب کمونیست چین در اون زمان چی بوده. بگذاریم، ولی شوروی قول میده که وارد جنگ با ژاپن بشه بعد از شکست آلمان، و موقعی که این تصمیم گرفته میشه، هیرو در حقیقت هیروهیتو که در اون زمان به اصطلاح امپراتوری ژاپنه و خود دولت ژاپن تصمیم میگیرن که کاملا به اصطلاح قرارداد صلح را امضا بکنن. یعنی در حقیقت تمام شواهد خود دولت ژاپن به دولت شوروی در اون زمان اطلاع میده، یعنی سفیرشون و یا نمایندهشون که در مسکو هست اطلاع میده که ما میخواییم تسلیم بشیم، جنگ تمامه و اعلام صلح میکنه. از ماه جولای 1945 آلپروویتس این رو دقیقا و وسیعا با داکیومنت ها و اسناد عظیم واقعا باز میکنه، ولی بعد میگه که چرا به حساب بمب اتم رو به کار برد. میگه که این یه تصمیم سیاسی بوده و نه نظامی. یعنی در حقیقت میخواستن از پیشرفت شوروی جلوگیری بکنن، یک، هم در اروپا و هم در شرق، و دو، در واقع جنگ سرد از اون زمان آغاز میشه. و حالا به عزیزان چند تا نکته تاریخی رو عرض میکنم که چطور جنگ سرد از 1947 آغاز نمیشه، یعنی زمانی که در حقیقت شورای امنیت رو به وجود میارن در کاخ سفید. ما میدونیم از نظر سیاسی آغاز واقعی جنگ سرد و به طور رسمی از سال 1947 در زمان ترومنه که دو تا چیز به وجود میارن، یکی CIA هستش که در حقیقت به اصطلاح از زمان جنگ دوم جهانی آغاز شده بود، ولی بعدش عزیزان اگر دیده باشن فیلمی که عرض شد که مات دیمون توش بازی میکنه، قشنگ نشون میده که اصولاً CIA چطوری اصلا شروع شد، که یه زمانی حتی پال سویزی هم با عرض شد که دفتر استراتژیک چیز بهش میگن OSS فکر میکنم که بنیان گذارش به اصطلاح از به اصطلاح اونهایی که جاسوسایی که در جنگ دوم جهانی در اروپا کار میکردن، و بعد تعداد زیادی از جاسوسا و سرویس های اطلاعاتی آلمان رو در حقیقت میارن و ازشون استفاده میکنن و CIA رو تشکیل میدن در 1947. ولی تا اون زمان امریکا در شورای امنیتی هم نداشته، مثلا سکیوریتی کانسیلی نشده، نه عذر میخوام به اصطلاح این شورایی که به اصطلاح شورای امنیتی که در کاخ سفید وجود اونم نبوده. بنابراین از 1947 به طور رسمی در حقیقت جنگ سرد آغاز میشه، ولی به طور غیر رسمی از 1945 آغاز میشه. حالا دلایلش چیه؟ من چند تا از دلایل رو برای عزیزان عرض بکنم که همین کتاب ثابت میکنه که در واقع هدف انداختن این دوتا بمب در شهر هیروشیما و ناکازاکی نه تنها تسریع بخشیدن به تسلیم در حقیقت ژاپن بوده، بلکه زهر چشم نشون دادن به شوروی بوده و ترس از این که شوروی فرضاً تبدیل به یک قدرت به اصطلاح قدرتی بشه. حالا دلایلش چیه؟ اینا حالا توی این کتاب نیست، ولی برای عزیزان از خاطرات خودم به عزیزان عرض بکنم که اصلا جنگ ویتنام چجوری شد و چطور بلا فاصله بعد از اینکه بمب اتم رو بر سر این دو شهر میندازن و ژاپن تسلیم میشه، بلا فاصله امریکا با ژاپن و با چیانکاشک که در اون زمان علیه ارتش سرخ یعنی حزب کمونیست چین می جنگیده وارد معامله میشه و دستور میده به ژاپن که نیروهای ژاپنی که هنوز در منچوری هستن، یعنی در خاک چین و در ویتنام هستن، اسلحه هاشون رو به هیچ وجه زمین نگذارن و علیه ویتمین، یعنی نیروهایی که بعدن اسمش گذاشتن ویتکونگ، یعنی نیروهای جنگنده ویتنام، علیه اشغال کشورشون بجنگن به دستور امریکا، و در چین هم علیه در حقیقت ارتش سرخ بجنگه. اینا را عزیزان باید تا
تاریخش رو بخونیم، کتاب های متعددی راجع به این قضیه نوشته شده. ملت ویتنام در واقع در اون زمان و در جنگ دوم جهانی به همراه نیروهای متفقین علیه ژاپنیا می جنگیدن. هوشیمین، حالا من یه ذره به اصطلاح چیز راجب هوشیمین چند کلمه ای به عزیزان عرض بکنم که این آدم، عزیزان میدونن که تمام هندوچین در حقیقت مستعمره فرانسه بوده از اواسط قرن 19 هم. و چه بر سر اونجا بردن برای به اصطلاح مزارع کاوچوش و به اصطلاح برای لاستیک سازی همین شرکت میشلن و همسالام و همسالام بگذاریم. ولی بعد از در دوران جنگ ژاپنیا میان و ویتنام رو در حقیقت اشغال میکنن و مردم ویتنام به همراه فرانسه و انگلیس و امریکا و شوروی علیه ژاپن میجنگن. حالا اگر من برگردم به چیز، به 1919 یعنی کنفرانس پاریس، موقعی که بعد از جنگ اول جهانی در حقیقت کنفرانس پاریس تشکیل میشه برای اینکه دنیا رو دوباره بین خودشون تقسیم بکنن، هوشیمین در اون زمان شاگرد یه عکاسخونه بوده توی شهر پاریس، البته با حزب کمونیست هم همکاری میکرده از اون زمان، ولی اون زمان در حقیقت میره به کنفرانس پاریس و از اینهایی که شرکت میکنن و از جمله وینستون چرچیل درخواست اینو میکنه که و از دولت فرانسه، فکر میکنم در اون زمان کلمانسو به سان نخست وزیرشون، درخواست اینه میکنه که به ویتنام لااقل خودمختاری بدن. و در تاریخ اومده که چرچیل میگه این آدم جلنبر که اینو بندازیتش بیرون، و میندازنش بیرون هوشیمین رو. از اون زمانی که در حقیقت میاد و به اصطلاح جنبش ویتمین رو، اون چیزی که آغاز میشه در حقیقت انقلاب، انقلاب واقعا مردم ویتنام علیه اشغالگرا رو از اون زمان آغاز میکنه که ابتدا علیه فرانسه است، بعدش علیه ژاپن اینا در جنگ دوم جهانی به همراه فرانسه و انگلیس و امریکا میجنگن. و عزیزان میدونن که در 1945 در حقیقت ژاپنیا رو شکست میدن و حالا هوشیمین و حزب کمونیست ویتنام منتظر اینن که بهشون استقلال داده بشه اونطوری که در حقیقت بهشون قول داده شده، و به همراه اینها مردم ویتنام جنگیدن علیه اشغالگرای ژاپنی. بلافاصله امریکا و انگلیس به اصطلاح به ژاپنیا میگن که اسلحتون رو به هیچ وجه نباید زمین بذارید و علیه ویتنامین باید بجنگید. در چین هم همینطور. تاریخ اینا رو ما باید بخونیم که جنگ و بلافاصله دوباره فرانسوی ها میان و ویتنام رو اشغال میکنن به کمک انگلیسی ها. انگلیسی ها اول اشغالش میکنن و بعد به کمک انگلیسی ها فرانسوی ها میان و دوباره به حساب مستعمرشون رو پس میگیرن، برای اینکه انگلیس هم میترسید که اگه فرانسه مستعمرات چه از دست بده، مستعمرات خودش هم ممکنه از دستش بره. جنگ تازه‌ای رو مردم ویتنام علیه اشغالگرای مجدد فرانسه شروع میکنن و می جنگن تا سال 1954 که در دی ام بی ام فو فرانسوی ها رو شکست عجیبی می دن. که واقعا اون زمان ما می فهمیدیم که مردم ویتنام چطور قهرمانانه علیه اینا جنگیدن و در دی ام بی ام فو فرانسوی ها رو شکست دادن. بعد از این شکست دوباره به مردم ویتنام قول می دن که استقلال بهشون بدن، ولی به این قولشون وفا می کنن به هیچ وجه. کنفرانسی در ژنو تشکیل میشه در 1954 برای این که واقعا این مسئله را حلش بکنن و قول به اصطلاح چیز میدن، ویتنام رو البته دو تیکش میکنن، ویتنام جنوبی و ویتنام شمالی، و یک به اصطلاح هر شبت یه خط، حالا یادم نیست به اصطلاح درجه چند، به اصطلاح 36 38 فکر میکنن، دو تیکش میکنن و قرار میشه همون سال 1954 در حقیقت انتخابات بشه و اگر مردم نوعی رفراندوم در حقیقت که این بخش جنوبی و شمالی به هر کسی که رأی دادن بیاد و به حساب این کشور یکی بشه، این کارو میکنن به هیچ وجه. امریکا از اون موقع وارد عمل میشه و آدمی به نام ارشوت که حالا اسمای اینا یادم رو که آخرینشون کاوکوی که همین چند وقت پیش مرد، در حقیقت یه آدم دست نشانده ارشوت که میارن در بر سر کار و یک باره به اصطلاح ویتنام جنوبی رو در حقیقت جداش میکنن از ویتنام شمالی و اعلام استقلال میکنن. از اونجاست که در واقع جنگ جدیدی شروع میشه بین ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی، که ویتنام جنوبی در حقیقت پشتش کیه؟ تمام کشورهای غربی، هم فرانسه هم چیز، ولی در درجه اول در حقیقت امریکاست.
که ما میدونیم در زمان کندی از 1962 که امریکا دیگه به طور کامل وارد جنگ ویتنام میشه علیه ویتنام شمالی که میگه این کمونیستان و باید اسمشون میذارن ویتکانگ، که دیگه اون موقع من امریکا بودم و میدونم که اینا چه جنایت هایی در اون زمان کردن. میخواستم این رو عرض بکنم که انداختن بمب در هیروشیما و ناکازاکی در حقیقت برای زهر چشم گرفتن از شوروی و جلوگیری از پیشرفت هرچه بیشترش و در حقیقت بنیانگذاری یک جنگ سرد جدید هستش که مقدماتش از اون زمان فراهم میشه. و حالا به قیمت چی؟ تمام در حقیقت خود اوپنهایمر و ما میدونیم که آلبرت اینشتین با تمام قوا علیه کاربرد بمب اتمی مبارزه کردند و به همین دلیل هم هست که الان اسنادش از پلیس سیاسی یعنی FBI امریکا اومده بیرون. 900 صفحه از آلبرت اینشتین فقط به اصطلاح اینا مدرک و سند به اصطلاح که تمام اعمال آلبرت اینشتین رو دنبال میکردن و اوپنهایمر رو هم همینطور، که اینا در واقع بنیانگذاران و مکتشفین اصلی بمب اتم بودن و به طور کلی مسئله اتمی. و اون وقت تازه ما میفهمیم که واقعا مسابقه اتمی رو کی آغاز کرد، که تازه شوروی اون وقت اولین بمب اتمیش رو در 1949 در حقیقت چیز میکنه، منفجر میکنه، که اینا چه عزایی میگیرن. و 1965 هم ما میدونیم چین که بازم عزا گرفتن. ولی این دو کشور در اثر چیه که بمب اتمی و به اصطلاح برنامه های اتمیشون رو به کار میبرن؟ یعنی در حقیقت چیز کرد، در عکس العمل به خطری که از طرف امریکا بود. تا این مسئله رو ما اگر تاریخشون ندونیم نمیفهمیم که الان جنگ و دعوایی که با ایران دارن، با سوریه دارن، با دیگر کشورها دارن بر سر چیه و داستان اینا چیه. تاریخمون رو باید بخونیم تا اینا نتونن خاک تو چشم ما بپوشن. یعنی پیش زمینه‌های تاریخی رو اگه ما ندونیم نمیتونیم بفهمیم که چی داره واقعا میگذره. بنابراین عرض شود که چند مقاله دیگه که راجع به این هستش، یکی در Common Dreams هستش که مارک هریس نوشته، عرض شود که مقاله دیگری هست که لوک آلفرد در انتی وار نوشته. البته چند مقاله دیگر رو هم من میخواستم به عزیزان معرفی بکنم، مقالات متعددی واقعا. مقاله یکی که نوم چامسکی نوشته در Common Dreams راجب این که راجب افول امریکاست، واقعا باید خونده بشه. مقاله دیگه ای داره یوری اونری در کانتر پانچ راجب اسرائیله. اینا من یه مقدار به اصطلاح دارم پرانتز باز میکنم در بین صحبت ها و بعد میرم روی صحبت هام. یوری اونری به اصطلاح که الان 80 چند سالشه و خبرنگار اسرائیلی هستش و در خود اسرائیل هم زندگی میکنه، راجع به حرکت ها و جنبشی که اخیراً توسط جوونا و خانواده های اسرائیلی شروع شده. اگر شد یه روزی من صحبت میکنم که به طور کلی موقعی که الان جنبش در فلسطین به جای موشک اندازی و به اصطلاح حرکت های خشونت آمیز و بمب های انتحاری و امثال هم، الان جنبش به شکل مقاومت مدنی و مسالمت آمیز در اومده، این چه اثری رو جامعه خود اسرائیل داشته که یه جنبش جدید در اسرائیل به وجود آورده. عزیزان، سرنوشت صهیونیسم در خود اسرائیل تعیین میشه و توسط مردم اسرائیل. سرنوشت فلسطین هم همینطور در خود اسرائیل و توسط به اصطلاح جوانا و نسل جوان اسرائیل تعیین میشه، که اینها در برابر دولت فاشیستی و صهیونیستی اسرائیل خواهند ایستاد و واقعا اونه که تعیین کننده واقعا سرنوشت تمام منطقه خواهد بود. عزیزان از من پرسیدن که آیا ایران نمیدونم فلان، سرنوشت اینها در خود اسرائیل و توسط نیروهای ترقی خواه خود چقدر طول میکشه ما نمیدونی، ولی این آغاز یک چیزه که الان یه جنبش بزرگ هم در تل اویو هستش، شهر چادرنشین در اونجا به وجود آوردن. مقاله به اصطلاح یوری اونری راجع به این و اینکه چجوری این آغاز شده، چطور داره ادامه پیدا میکنه و آیندهش چه خواهد بود.
میخواستم این چند تا به اصطلاح مقاله رو به عزیزان معرفی بکنم. و امروز صبح من فکر میکردم که اینها اگر فقط برای زهر چشم گرفتن و یک مقصود سیاسی حاضرن دو شهر رو با انسانهایی که دارن زندگیشونو میکنن، از زن و بچه و پیر و جوان، حاضرن نابود بکنن و به خاک سیاه بنشونن دو شهر رو، این چه نوع طرز تفکریه؟ چه نوع شیوه فکر کردن و چه نوع فرهنگیه؟ اینه که میخوام یه نکته تئوریک باز بکنم برای عزیزان، که واقعا همینجوری آدم بیخواب میشه و به فکر فرو میره. عزیزان میدونن که اینها به طور کلی فرهنگ سرمایه داری به ما میگه که تمام این بدبختی ها و نابسامانی ها و نابودگری ها و اینا جز طبیعت انسانه. یعنی انسان طماع، دروغگو، خشن، جنگ طلب، سودجو، تمام این خصائل جز طبیعت انسان. من چند جلسه راجع به طبیعت انسان صحبت کردم، امیدوارم عزیزان حالا در صحبت‌های سال‌های گذشته اینا بوده و اگر شد واقعا دوباره صحبت می‌کنی که واقعا اینطوره. ما باید تئوری دانش، فیزیولوژی مغز و روانشناسی رو به همراه تاریخ باید مطالعه بکنیم تا این آدم‌های ضد انسان نتونن خاک تو چشممون بپاشن. طبیعت انسان اینطور نیست. اگر به مدت 200,000 سال که انسان روی این کره خاکی زندگی کرده میخواست فرهنگش و شیوه برخوردش کشت و کشتار، خشونت، طمع‌ورزی، سودجویی، کلاهبرداری مثل اینایی که الان در وال استریت هستن و به طور کلی فرهنگ سرمایه داری چنین است باشه، آیا جامعه بشری میتونسته ادامه بده؟ به هیچ وجه. همینطور که اگر این نظام ادامه پیدا بکنه جامعه بشری و کره خاک نمیتونه به حیاتش ادامه بده، امکان نداره. چنین فرهنگی فرهنگ خاص سرمایه داریه. در قرون وسطا و یا در دوران بردهداری واقعا فقط یک بخش فوق العاده کوچیک بوده که شاید چنین خصائلی داشته و اونم تجار بودن، که واقعا اونهایی که در حوزه تولید کار نمی کردن بلکه در حوزه توزیع و یا در به قول معروف داد و ستد بودن. حالا یه زمانی فنیقی ها بودن، بعدش در قرون وسطا تا حد زیاد یهودی ها بودن و غیره و غیره، ولی در کشورهایی مثل هند و امثال هم تجار محترم دیگه، و مردم زیاد دیده مثبتی بهشون نداشتن، برای اینکه میدونستن که اینا طماعن، یعنی ارزون میخرن و گرون میفروشن. ولی اینا یه بخش فوق العاده بسیار، یک فرینج سکشن، یعنی فوق العاده به اصطلاح و مورد به هیچ وجه مورد احترام مردم هم نبودن. نه تنها مورد احترام نبودن بلکه مورد تا حدودی هم کینه مردم و هم به اصطلاح به طور کلی به اصطلاح چیز نبودن. از ابتدای سرمایه‌داریه که واقعا چنین فرهنگی غالب میشه، برای اینکه سرمایه‌داری احتیاجش داره. فرضاً اگر ما بریم به قرن 17 و نوشته های عرض که تامس هابز، کتاب معروفش لویتان، خیلی ها ممکن از عزیزان ندونن که لویتان اصلا یعنی چه. اون چیزی که ما بهش میگیم غول یا دیو، اینا چیزایی به اصطلاح تخیلیه، واقعا موجودات وحشتناک تخیلی. این یه غول دریایی لویتان که در حقیقت از نظر تامس هابز جامعه رو
به صورت یک جنگل میبینه و یک میدان جنگ همه علیه همه. به قول خودش بلوم امنیوم کنترا امنس، به چیز لاتین که به کار میبره، یعنی میدان جنگ همه علیه همه. خب برای ترتیب دادن اینه که اینا به جون هم نیفتن و همدیگر رو پاره پوره نکنن، احتیاج به یک غول یا یه دیو در رأس وجود داره، مثلا یه ولی فقیه و یا یک به اصطلاح پادشاه در اون بالا که دیکتاتور مطلق باشه که بتونه به اصطلاح جلوگیری بکنه از اینکه مردم همدیگر رو پاره پوره نکنن. نشون میده که از اون موقع توماس هابز چه شیوه تفکری داشته. و یا میاییم بعدش برنارد مندویل، عزیزان از متفکرین بزرگ انگلیسه که کتابی داره قصه زنبورها، که واقعا به اصطلاح قصه زنبورها که میگه یک لانه به اصطلاح زنبور عسل رو، یعنی جامعه بشری رو داره میگه. تز اصلیش در این، یک کتاب شعره در واقع، تز اصلیش عبارت از اینه که پلیدی فردی و شخصی باعث خیر جامعه میشه. یعنی تو هرچه بیشتر طمع ورزی بکنی، سودجویی بکنی، کلاهبرداری بکنی، پدر سوخته باشی به قول معروف، این درست تو از نظر فردی اینجوری، ولی این خیر جامعه در اینه. حالا عزیزان دقت بکنن که در واقع آدم اسمیت در کتاب ثروت مللش در واقع تز دست نامرئی بازار رو از برنارد مندویل میگیره، به این معنا که دست نامرئی بازار یعنی چه. مثال میزنه در کتاب ثروت مللش، آدم اسمیت مثال میزنه، میگه که اگه شما میرید به قصابی و که گوشت بخرید، قصاب به خاطر شما نیست که به شما گوشت میده، به خاطر خیر شما نیست، به خاطر منافع خودشه، ولی همین قصاب که به خاطر منافع خودش داره عمل میکنه، در مجموع این خیر جامعه رو باعث میشه. یعنی چه؟ یعنی اگر همه طماع باشن، سودجو باشن، منافع خصوصی و شخصیشون رو در نظر بگیرن و غیره و غیره، از نظر فردی این در مجموع به نفع کل جامعه چیز میشه. در واقع ما اگه در نظر بگیریم توماس مالتوس، بعدش بعد از آدم اسمیت و بعدش بسیاری دیگه از اینها که البته به صورت کثیف و فوق العاده لجنالودش هستش که لودویگ فون مایزس که استاد در حقیقت فردریک فون هایکه، بعد خود فردریک فون هایک که در حقیقت استاد میلتون فریدمنه، و بعد آقای میلتون فریدمن که در حقیقت بنیانگذار به حساب مکتب شیکاگوه، اینا در حقیقت به لجنالوده ترین شکل ممکنش در حقیقت این خصلت سرمایه داری، طمع ورزی و سودجویی رو در حقیقت منعکس میکنن. اونا بالاخره یه مقدار به چیزای آدم اسمیت و یا دیوید ریکاردو و یا ژان باپتیست سه در فرانسه، اینا باز یه مقدار تئوری هایی داشتن در اون زمان و یه اصالتی داشتن. اینا اصلا اصالتی هم ندارن، ولی این نوع فرهنگ رو در حقیقت به گسترده ترین و وحشیانه ترین شکل ممکنش میارن و به اصطلاح حاکم میکنن بر جامعه، که اون وقت از درون اینه که روپرت مرداخ میاد بیرون. عزیزان فکر نکنن که مثلا روپرت مرداخ همینجوری به اصطلاح ظاهر میشه. اینا یک زمینه فکری داره، زمینه تاریخی داره اینا، که اون وقت امیدوارم عزیزان فیلم معروفه عرشبت که وال استریت رو دیده باشن، که عرشبت که مایکل داگلس، پسر کرک داگلس معروف، توش بازی کرده. امیدوارم اگه دیده باشن وال استریت رو، که در اونجا آقای گکو که به اصطلاح مایکل داگلس در رولش بازی میکنه، میگه که طمع یا آزمندی شکوهمنده در وال استریت. این در حقیقت دوران به اصطلاح ریگان رو نشون میده. عزیزان دیگه من اینجا بودم و میدونم که در دوران ریگان این به اوج خودش میرسه که طمع تبدیل میشه به یه چیز شکوهمند. دهه 1960 که من اینجا بودم، واقعا جوانای امریکایی یه مقدار
ایدئال های انسانی داشتن و علیه جنگ جنایتکارانه و کشتاری که در ویتنام میکرد دولت امریکا میجنگیدن. دهه 80 که من برگشتم، بسیاری از همونا در حقیقت رفته بودن توی وال استریت و دنبال در حقیقت سودجویی و طمع ورزی. اصلا فرهنگ این جامعه واقعا در عرض این 20 سال بعد از روی کار اومدن ریگان عوض شده بود. یعنی ما زمینه‌های تاریخی اینا رو باید فرا بگیریم که ببینیم در زمان فئودالیسم، حالا برای عزیزان من مثال هم از خاطرات خودم بگم، ولی در زمان فئودالیسم اصلا فرهنگ غالب این نبوده، یا در دوران بردهداری فرزن آنچه که براشون مهم بوده شجاعت بوده. شوالیه ها عزیزان، جنگ های به اصطلاح گل سفید و گل سرخ مال انگلیس رو در نظر بگیرن و ببینن چندین فیلم راجع به این قضیه ساخته شده که مثلا جنگ های فئودالی در خود انگلیس چجوری بوده. یکیشون گل سرخ داشتن و یکیشون گل سفید به اصطلاح علامت تجارتی یا علامت به اصطلاح خانوادگیشون بوده، که این خانواده های فئودال این در اون زمان شجاعت بوده، شهامت بوده، سخاوت بوده، اشرافیت بوده، شهرت بوده، مقام اجتماعی بوده، اعتبار شخصی بوده، شهرت و به اصطلاح وابستگی خونی و فامیلی، که هنوز مثلا لردای انگلیسی هنوز بقایای فئودالی، من بارها گفتم که واقعا هنوز بقایای فئودالی در انگلیس هم با خاندان سلطنتی و این مجلس لردها. خب اینا به اصطلاح چیزهای خونیه دیگه، فامیلیه. سرمایه‌داری که میاد اصلا اینا رو لگدمال میکنه، تمام اینا نابود میشه و فقط یک چیز میمونه، پول و پول. یعنی در حقیقت مثال یه مثال فرانسوی هستش که در زمان فئودالی میگه که هر زمینی رو یا هر ملکی رو اربابی است، پول را هیچ اربابی نیست. یعنی پول میاد ارباب همه میشه و طمع ورزی و سودجویی. از این زمانه که در حقیقت فرهنگ جامعه به طور کلی و فرهنگ هیئت حاکمه فرهنگ جامعه میشه. در دوران فئودالی اینجوری نبوده. در دوران جامعه اولیه که اصلا نمیتونسته، برای اینکه نابود در همون لحظات اولیه در حقیقت جوامع اولیه و بشری اصلا نابود میشدن، مفهومی نداشته دروغ گفتن، عرشبت که جنگ آره ولی جزء خصلتشون نبوده. اگر واقعا به دلیل اینکه یه جا قحطی میومد برای حفظ خودشون قبیله بعدی رو به بردگی نمیگرفتن، تسلیمش نمی کردن که تبدیل به برده بشه، من اینا رو قبلا عرض کردم، می کشتنشون. برای اون واقعا برای سروایوال بوده، یعنی برای زنده موندن بوده، ولی جنگ جز خصلتشون نبوده. واقعا همه چی رو بین خودشون تقسیم می کردن و زندگی اشتراکی داشتن و حتی با قبایل اطرافشون هم همینطور، مگر در دورانهای اضطراری. بنابراین این رو می خوام عرض بکنم که چنین فرهنگ ضد انسانی واقعا که صرفاً برای زهر چشم نشون دادن فرزند به یک کشور دیگه‌ای و برای تسلط بر جهان تو بری و دو شهر رو با تمام جمعیت غیر نظامیش به نابودی بکشی، این یه فرهنگ خاص خودش رو میخواد. ولی ماه اوت، حالا این چطور به صورت خودشون برمیگرد؟ ماه اوت از یک جهت دیگه هم مهمه و اونم اینه که در دوم ماه اوت 1981 اتفاق بسیار مهمی در امریکا افتاده، که یعنی بذری کاشته شد که الان دارن نتایجش رو و محصولش رو درو میکنن. در دوم اوت 1981 ریگان تمام دیدبانهای کنترل هواپیماهای تمام فرودگاه‌های امریکا رو اخراج میکنه. در حال اعتصاب بودن، همشون رو اخراج میکنه و بانک بهش اخطار میکنن که اینا متخصصای درجه یکی هستن و سالها تجربه دارن، ممکنه واسه خطر برای مردم امریکا و پروازهای میگه مهم نیست. این چنین اتفاقی که کارگرها 13,000 کارگر رو، اونم کارگر متخصص رو، به این شکل بیرون بکنن و آدم های غیر متخصص رو بیارن به جاشون، بعد از جنگ دوم جهانی و یا بعد از نیو دیل
فرانکلین روزولت این اولین باره که چنین اتفاقی میافته، که در حقیقت ما میدونیم که یکی از قراردادهای به اصطلاح نیو دیل مال روزولت عبارت از این بود که کارگرا رو کارفرما همینجوری نمیتونن بیرون بکنن، بلکه باید به اصطلاح بارگنینگ پاور داشته باشن، یعنی باید حق چانه‌زنی داشته باشن، یعنی باید مذاکره بکنن، یعنی باید کارفرما استدلال هایی داشته باشه که اینا رو بیرون بکنه. ریگان برای اولین بار این رو میشکنه. همین امروز در Common Dreams مایکل مور مقاله ای راجع به این قضیه داره، عزیزان بخونن این مقاله رو. مایکل مور که واقعا فیلمساز معروفی که دوست کارگرای امریکا و در حقیقت مبارزه میکنه با این حکومت و دشمنان طبقه کارگر، یعنی در حقیقت 80 تا 90 درصد از مردم امریکا. نتیجه آنچه که ریگان انجام داد امروز ما داریم میبینیمش، و اون چیزی که من هفته گذشته راجبش صحبت کردم، که در حقیقت تو با سرکوب طبقه کارگر، با کاهش دادن مزد و مزایاش، بذره یه چیزی رو میکاری که خودت رو از بین میبره و دقیقاً الان به صورت خود اینها برگشته و به صورت بحرانی در اومده که من هفته گذشته یه مقدارش رو باز کردم و یه نقل قولی من آوردم از جلد سوم کاپیتال مارکس و اونو بازش کردم، ولی میخوام امروز دنباله همون بحث رو بگیرم. اینه که آقای اوباما داره چی کار میکنه؟ بحث هایی که در کنگره امریکا بین جمهوری خواه و دموکرات ها بوده چیه؟ آنچه که در حقیقت به توافق این دوتا حزب رسیدن بالاخره چی بوده؟ و داستان این چیه؟ بنابراین وارد این بحث میشم که در عرض این چند روز در امریکا چی گذشته و داستان این چی هست؟ راجع به این قضیه ده ها مقاله نوشته شده که من فقط در حدود 10 تاشو اسم میبرم اینجا، و نقل قول هایی از پال کروگمن میارم که برنده جایزه نوبل، بارها اسمشو بردم و سرمقاله نویس جز سرمقاله نویس های نیویورک تایمز. بخش وسیعی از مقاله ای رو که دوشنبه گذشته آورده من اینجا ترجمهش کردم برای عزیزان میخونم، ولی غیر از پال کروگمن چند تای دیگر رو من اسم میبرم. عرض شود که رابرت رایش، باز بخشی از مقالش رو من ترجمه کردم برای عزیزان میخونم بیشتر مقالش رو، که وزیر کار دولت کلینتون بود. مایک ویتنی از اقتصاددانای دیگه است که مقاله‌ای نوشته زیر عنوان بدترین معامله در تاریخ امریکا، این توافقی که حزب جمهوری خواه یعنی اوباما با آقای بینر، یعنی به اصطلاح گردانندگان حزب جمهوری است، جمهوری حزب جمهوری خواه امریکا رسیدن. پال کریگ رابرتس مقاله مفصلی نوشته، عرض شود که رود تو آرمگدن، یعنی به سوی روز محشر. عرض شود که دیو لینداف مقاله نوشته که مانیفکچرینگ دبل دیپ. دبل دیپ یعنی اینه که شما رکودی که سال 2008-2009 داشتید که به زعم خودشون در ابتدا یا اوائل 2009 به اصطلاح تموم شد و ترمیم اقتصادی آغاز شد، حالا میگه دوباره ما وارد یه رکود دیگه داره میشیم، اینو بهش میگن دبل دیپ، برای اینکه دو تا به اصطلاح چیز داره، دو تا افول داره، ایجاد رکود دیگه. رئیس گروه افریقایی تبارهای کنگره امریکا امانوئل کلیور اسم این قرارداد یا این توافق رو گفته که این یک ساندویج زهرآلوده که فقط یک پوشش شیرین داره. رابرت کاتنر مقاله مفصل دیگه ای نوشته The Goons of August. ما میدونیم The Guns of August داریم که اشاره ایست به اون توپهای معروف عرض شود که آلمانی، که فکر میکنم در
در داردانل بوده یا به اصطلاح در یکی از جاها در اونجا بوده، اینا بهش میگن گانز آف آگست، این میگه گونز آف آگست، یعنی گردن کلفت های ماه اوت به جای توپ های ماه اوت، که اونم مقاله مفصلی راجع به این توافقی که رسیدن. دین بیکر اقتصاددان معروف دیگه یه که نوم چامسکی هم ازش در این مقاله‌ای که اسم بردم ازش اسم میبره، How Washington Lost the Plot، عرض شود که چگونه واشنگتن راه خود را گم کرد. مات تائیبی که در روزنامه عرض شود که ویلیج وایس فکر میکنم مقاله می‌نویسه، اونم از اقتصاددونای معروفه، در معامله درباره وام دموکرات ها سقوط میکنن، و رابرت وولف و بعد رابرت شیر که از سرمقاله نویس های معروف لس آنجلس تایم بود که موقعی که این آقای سامزل اومد و تیک اوور کرد چیز رو بیرونش کرد از به اصطلاح خبرنگارای معروف، ترمیم اقتصادی مرد زنده با ترمیم اقتصادی. من فقط بخش هایی از مقاله پال کروگمن رو برای عزیزان میخونم که ببینید آنچه که ریگان انجام داد در دوم ماه اوت 1981 و از اون موقع آغاز کردن به سرکوب طبقه کارگر امریکا، واقعا یک جنگ طبقاتی کاملا یک جانبه، برای اینکه سندیکاهای کارگری امریکا رو بارها و بارها عرض کردم، AFL-CIO، تاریخش رو اگه آدم بخونه میبینه که چطور اینا در حقیقت چقدر دستخوش نجات پرستی بودن اون زمان، البته نه حالا، چقدر کوتاه اومدن و به طور کلی سندیکاهای امریکا همیشه بهشون میگن corporate union، یعنی اتحادیه‌هایی هستن که وابسته به اون انحصارات و به اصطلاح کارفرماها هستن، دائم به اصطلاح فقط مبارزاتشون مبارزات صنفیه که یه مقدار به اصطلاح حقوق و مزایاشون رو بالا ببرن، تازه حالا داره سیاسی میشه. حالا اگر برسیم صحبتشو بکنیم که چطور در ویسکانسین، در مدیسون ویسکانسین، مبارزه‌ای که آغاز شد توسط کارگرا و به ویژه معلما و کارگرای یقه سفید در درجه اول و دور از چشم واقعا AFL-CIO، چطور داره جنبه سیاسی به خودش میگیره و در زیر جامعه، در زیر پوست جامعه امریکا چی داره میگذره. پال کروگمن میمیسه که این توافق، حالا عرض کنم که موقعی که من صحبت اینو میکنم که ریگان چه کار کرد با سرکوب طبقه کارگر، با فشار روی مزد و مزایاشون، با به اصطلاح اعلان جهانی سازی یا جهانی شدن که گلوبالایزیشن باشه و دی اندستریالایز کردن امریکا، یعنی در حقیقت فرستادن کارخانجات و تولیداتش به چین، به ویتنام، به اندونزی، به بنگلادش و و و و به تمام این کشورها که اونا رو سرکوب کرد، که در حقیقت ریس تو دی باتم اینو بهش میگن، یعنی فرار صنایع امریکا به پایین ترین مزد و مزایا در هر جای جهان که باشه و نبودن به اصطلاح قوانین به اصطلاح نابودی محیط زیست و امثال هم و یا قوانین مالیاتی و غیره و غیره، برای اینکه میتونن از زیر مالیات ها هم در برن و به این ترتیب در حقیقت سرکوب برای از بین بردن به اصطلاح اتحادیه‌های کارگری و متلاشی کردنشون. در سال 1950 فرضاً عزیزان بارها من گفتم 35% از کل به اصطلاح کارگرای امریکا در اتحادیه‌ها بودن، الان بخش خصوصی فقط 6-7%، بخش دولتی یه مقدار بالاتر در حدود 20-30% و اون الان دارن از بین میبرن، یعنی مبارزشون علیه معلم‌ها آغاز شده و سندیکای معلم‌ها و یقه سفیدها و اونهایی که در بخش دولتی و کارمندا و کارگرای دولتی هستن، اینا رو میخوان الان نابود بکنن. خب نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش اینه که اون وقت کی اجناسشون رو میخواد بخره و در نتیجه به اصطلاح بخش مصرفی کمیطور که عرض کردم 70-75% از گروس نشنال پرادکت یا تولید ناخالص داخلی یا اقتصاد امریکا که 14.5 تریلیون دلاره، اینا 75% بستگی به خرید مردم داره، کی اون وقت اجناس اینا رو میخره؟ و دلیل واقعی این رکود و یا این بحرانی که به وجود اومده
تا حد زیادی دستپخت خودشون بوده، گرچه قوانین بی امان سرمایه‌داری بالاخره اینها رو به این طرف می برد، ولی خودشون هم کمک میکنن به تشدید این قضیه و عمیق‌تر شدن این قضیه. ببینیم پال کروگمن چی میگه. میگه که این توافق یا معامله که اینا فکر میکردن که واقعا این باعث میشه که استاک مارکت دوباره بره بالا و امسالم امسالم، در حالی که عزیزان میدونن که چه بر سر استاک مارکت رفت، که حالا آماراشو برای عزیزان میدم که در عرض از 26 جولای تا 5 ماه اوت، یعنی در عرض حدود یک هفته یا یکمی بیشتر، در عرض در سراسر جهان بورس های سهامش 4.5 تریلیون دلار از دست دادن. اینا فکر میکردن که در حقیقت این باعث میشه که ترمیم بشه این قضایا. چه بحران در اروپا و چه در امریکا واقعا این رو به طرف یک دبل دیپ، یعنی یک رکود دیگه، و به طرف یک بحران همه جانبه داره میبره. و اما راجع به توافقی که بین جمهوری خواها و چیزها شد با تمام این بسا جنگ های زرگری که من به عزیزان گفتم این جنگ زرگریه و بالاخره آقای اوباما تسلیم میشه. حالا از زبان پال کروگمن بشنویم. این توافق یا معامله با اطلاعاتی که در دست داریم یک فاجعه است و نه تنها برای رئیس جمهور و حزب او، بلکه اقتصاد در حال رکود را دچار رکود بیشتری می کند و احتمالاً مشکل کسری بودجه امریکا را هم بدتر خواهد کرد. دلیلش خیلی واضحه. عزیزان میدونن که همین امروز فکر میکنم شرکت ارزیابی مودی اعتبار یا به اصطلاح اون چیز اوراق قرضه امریکا رو که تریپل ای بوده، ای 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 بوده، یه درجه پایین آورد. موقعی که اعتبار اوراق قرضه تریجری امریکا، یعنی به حساب وزارت خزانه دازه امریکا، که اگه شد راجبشون صحبت میکنیم که این چه اهمیتی داره، قرض 14.3 تریلیون دلاری و قرضی که فقط این مال فدرال، تازه میونیسیپال و به اصطلاح ایالتی و ولایتی امریکا 10 تریلیون دلار دیگه در واقع اینا اوراق قرضه دارن که اینا در سراسر جهان هستن. و حالا ببینید اگر مرتبه اعتبار اینها یه درجه بیاد پایین، نرخ سودی که باید دولت امریکا بده میره بالا و در نتیجه الان 400 میلیارد دلار که بهره همین قرضشو که در سال امریکا داره میده، این به 500 یا 600 میلیارد دلار خواهد رسید. یعنی وضعیت به حساب وام های امریکا رو فوق العاده بدتر خواهد کرد، بودجه امریکا رو بدتر میکنه و نه بهتر. و از همه مهمتر آن که با نشان دادن چنین گوشبری اوریانی، یک گوشبری اوریان واقعا از مردم، هیچ کس هم بهای سیاسی نخواهد پرداخت، برای اینکه حزب دموکرات هم تسلیم شده، کی میخواد بهاشو بپردازه؟ امریکا رو به سوی سوق خواهد داد که موقعیت یک جمهوری موز، بنانا ریپابلیک. عزیزان میدونن که جمهوری موز چیه، در حقیقت مثل کوستاریکا، مثل ارشاد که السالوادور، مثل گواتمالا، که اینا رو بهش میگفتن جمهوری های موز، که در حقیقت فقط محصولشون موز بود، زیر سیطره امریکا بودن و بعد چند نفر اون بالا هر کاری دلشون میخواست میکردن. میگه امریکا رو شما دارید به اون طرف میبرید. اگر از جنبه اقتصادی آغاز کنیم، در حال حاضر اقتصاد ما در حال یک رکود عمیق است. تقریبا شکی نیست که این رکود عمیق تا آخر سال آینده ادامه پیدا خواهد یافت و احتمالاً در سراسر 2013 و شاید فراتر از آن اقتصاد راکدی خواهیم داشت. در چنین شرایطی بدترین کاری که میتوانید بکنید کاهش هزینه های دولت است، که من هفته گذشته این رو صحبت کردم که 20% از مخارج کنونی مردم به دلیل یک بخش از بودجه امریکا entitlement که بهش میگن، یعنی دیونی که امریکا نسبت به مردم امریکا داره، از جمله سوشال سکیوریتی، مدیکید، مدیکیر، دیسابیلیتی،
یعنی در حقیقت اونایی که کارشون از دست میدن، اونهایی که ضربه دیدن و نمیتونن دیگه کار بکنن، و یا تأمین اجتماعی 20% از مخارج مردم امریکا از اینجا تأمین میشه. حالا امریکا اینا رو میخواد کاهش بده، یعنی قدرت خرید مردم رو بازم میخواد پایین ببره. پال کروگمن داره بهشون میگه که این بدترین کاری، کاهش هزینه‌های دولت، چرا که این کار رکود اقتصادی رو تشدید میکنه. هفته گذشته من راجع به این قضیه صحبت کردم. بعضی این توهم را ایجاد میکنن که سخت گیری در مورد بودجه این استدلال جمهوری خواهاست. در کسب و کارها و مصرف کنندگان اعتماد به وجود میآورن که در حقیقت وال استریت و اعتماد سرمایه دارا در روز پنجشنبه بهشون نشون دادن که 513 واحد به اصطلاح بورس سهام، یعنی 500 میلیارد دلار از دست داد بورس سهام نیویورک فقط داو جونزش. به حرف اینا نباید باور کرد. مطالعات متعدد تاریخی نادرستی تئوری های اینان را ثابت می کند. واقعیت این است که کاهش بودجه دولت در حالی که اقتصاد در حال رکوده، حتی به وضع بودجه دولت هم کمکی نمی کند، بدترش می کنه. و نه تنها اون که، بلکه وضع اون را بدتر هم می کنه. از یک سو بهره وام های دولت که حالا بسیار پایینه، حالا بالاتر خواهد رفت، به پرداخت بهره در آینده کمک چندانی نمی کند. از سوی دیگر ضعیف‌تر کردن اقتصاد در حال حاضر به آینده آن نیز لطمه می زند. بنابراین آنها که خواهان کاهش هزینه‌های دولتن، جالبه، میگه که مثل اطبای قرون وسطا می مانند که برای معالجه مریض آنها را رگ می زدن و در نتیجه مریض را مریضترش می کردن. بعد میگه چه بر سر حزب دموکرات این میبره. عزیزان ببینن که از نظر سیاسی مردم امریکا در چه معضلی قرار گرفتن، که آیا به اوباما رأی بدن که اینه چهرش، به جمهوری خواها رأی بدن چه بر سرشون خواهد رفت. مثل اینه که مردم ایران بخوان بین احمدی نژاد و خامنه یکی رو به حساب انتخاب بکنن. شیوه برخورد اوباما عرض شود که طوری است که جمهوری خواهان را هرچه بیشتر تشویق می کند که به راست برمند و برخواست های دست راستی خود پافشاری بکنند. او هم در ماه دسامبر تسلیم آنها شد. چطور تسلیمشون شد؟ در مورد کاهش مالیات ثروتمندان، برای اینکه این قرار دادی که با هم بستن نه تنها تمام به حساب بودجه دولت رو کاهش میدن در عرض چند سال آینده 2.1 تریلیون دلار، بلکه به هیچ وجه اجازه نمیده که مالیات ثروتمندان یک کمی اضافه بشه. در نتیجه دولت درآمدشو از کجا بیاره؟ و در بهار امسال هم با تهدید آنها به تعطیل دولت، تهدید کردن که دولت رو تعطیل میکنن، دوباره تسلیم آنها شد. کاملا قابل پیش بینی بود و حتی بسیاری از طرفدارانش هم دیگه متوجه شدن که این کاملا خودش یک کنسرواتیوه. نباید فراموش کنیم که ما با یک فاجعه در سطوح مختلف روبرو هستیم. این یک فاجعه سیاسی برای دموکرات هاست. این جنبه سیاسی قضیه است. در این حال این ضربه‌ای به دموکراسی است، خود اصل دموکراسی است. چرا؟ چون اوضاع چنین شده که یک حزب دست راستی هر آنچه که تصمیم میگیرد به دست میاره، یعنی checks and balance که این همه به حساب روش تکیه میکنن، checks and balance از بین رفته. فقط به اصطلاح اون حزبی که سرسپردگی کامل به وال استریت داره، اون هرچی که دلش میخواد. رابرت رایش، من فقط به طور گذرا به اصطلاح اینو به طور گذرا ازش میگذرم، که وزیر کار سابق کلینتون و الان در دانشگاه برکلی درس میده، عرض شود که این رو اول ماه اوت و فکر میکنن در Common Dreams باشه اگه عزیزان بخوان بخونن. هر کسی که معامله توافق بین اوباما و حزب جمهوری خواه را یک پیروزی برای مردم میداند، بداند نه از اقتصاد چیزی میداند و نه از سیاست. طبق این توافق مالیات ثروتمندان افزایش نخواهد یافت، در حالی که مالیات آنها
چنان کاهش یافته مال ثروتمندا عزیزان عرض کردم که فرضاً در زمان آیزنهاور تاپ 1% یعنی به اصطلاح اون بالایای بالایا میزان مالیاتشون در حدود 90% بوده. در زمان ریگان به 38% تقلیلش دادن و الان بیش از 18% نمیدن. میگن وقت چرا کسری بودجه داری؟ هم 1.2 تریلیون دلار صرف پنتاگون میکنن و خرید اسلحه و جنگ های عراق و افغانستان و سایر جنگ هاشون میکنن و از طرف دیگه ثروتمندا هم وقت بعدش میگن کسری بودجه داریم. کی باید بهاشو بپردازه؟ کارگرها و زحمتکشای امریکایی. حالا کسی که این حرفا رو میزنه کی ضد امریکاییه؟ اون کسایی که طرف این حکومت رو میگیرن ضد امریکایین یا ما ضد امریکایی؟ اینا دشمن ملت امریکا. طبق این توافق مالیات ثروتمندان افزایش نخواهد، در حالی که ما کاهش یافته که در 80 سال گذشته سابقه نداشته، و در عوض مهمترین چترهای حفاظتی برای مردم همینطور که عرض کردم مدیکید، مدیکر و به اصطلاح و سوشل سکیوریتی اینا قصابی میشن. در این حال توانایی دولت در ایجاد اشتغال و مبارزه با بحران رشد اقتصادی رو سخت بهش ضربه میزنه. تمام اینها امکان ورود به بحران دیگری رو که همون دبل دیپ باشه تشدید میکنه. از نظر سیاسی اینم میگه که این معامله جناح راست را قوی تر و جری تر میکند، در حالی که دموکرات ها نشان دادن که نه تاکتیکی دارن و نه استراتژی. خواستم یکی دو تا آمار دیگه برای عزیزان بخونم و بعد برم روی مسئله ایران. امروز من نرسیدم چند تا به اصطلاح مقاله، هم راجع به لیبی هست، هم راجع به سوریه، هم راجع به بحرین و هم یمن. فکر نمی کنم امروز برسم. اگر شد فقط راجع به سوریه یکی دو تا مقاله بسیار جالب هست. عرض شود که یکی دیلی استار مال بیروت که رمزی بارود از مفسرین تاپ واقعا بیروت و خودش عربه، اصلش به اصطلاح فلسطینیه، راجع به سوریه نوشته. یه مقاله دیگه هم توسط یکی از پروفسورهای بلژیکی نوشته شده که خودش شخصا در 15 جولای یعنی در حدود بگیم 3 هفته پیش مسافرتی داشته به اونجا و مشاهدات عینی خودش رو از سوریه نوشته. اینها رو ما باید بخونیم و اون وقت مراجعه بکنیم به سایتی فرزن مثل عرشبت که اخبار روز، که شما هر روز میبینید که در سوریه حمام خون به راه افتاده. حمام خون. اگر شد من خاطراتم رو از این بعضی از این سایت های اینترنتی برای عزیزان خواهم خوند که اینا چطور موقعی که امریکا به عراق حمله کرد چه رقص و پایکوبی کردن، هم سایت اخبار روز و هم ایران امروز چه رقص و پایکوبی کردن. و هیچگاه از ملت ایران، از بینندگانشون عذرخواهی نکردن که الان در عراق چی میگذره. اگه من آماراشو برای عزیزان بخونم که اینا چه رقص و پایکوبی کردن برای حمله امریکا به عراق، به افغانستان و بعدش به لیبی، و الان همین سایت ایران امروز و سایت عرشبت که اخبار روز میگن که در سوریه حمام خون هست. یعنی چه؟ یعنی امریکا باید بیاد اونجا رو هم بگیره و بعدش هم ایران رو. اینا رو ما باید بشناسیم و به همین دلیله که ما باید بریم دنبال اخبار از منابع مستقل و ببینیم که فرزن رمزی بارود که خودش یک عرب فلسطینی و خودش کسیه که محکوم میکنه دولت سوریه رو، ولی واقعیات رو هم میمیسه. یا این پروفسور بلژیکی میگه که آره شهر حما فرزن محاصره شده توسط تانک، ولی حمام خونی من نمیبینم.
من 500 هزار آدم توی خیابونهای حما نمیبینم. کل جمعیت شهر حما 370 هزار تاست. چطور میگه که آژانس فرانس پرس گزارش داده که 500 هزار نفر در شهر حما دارن تظاهرات میکنن؟ میگه 10 هزار نفر من دیدم و اینا میگن 500 هزار نفر. مثل اخبار روز که میگه حمام خونه. یعنی چه؟ یعنی امریکا باید بیاد اینا رو نجات بده، یعنی حمله باید بکنه. همینطور که اومد و مردم عراق رو در حقیقت نجات داد، مردم افغانستان رو نجات داد، مردم لیبی رو الان میخواد نجات بده که شب و روز داره قتل عام میکنه. اینا رو ما باید بشناسیم و به دنبال منابع مستقل بریم و دنبال اخبار بگردیم. عرض شود که من میخواستم از ریچارد وولف، اقتصاددان برجسته ای، واقعا میگه که اینا میگن در سال 2009 اقتصاد از رکود بیرون اومده و در حال ترمیمه. چه آمارهایی! پال کریگ رابرتس در چندین مقاله نوشته که چطور آماری که درباره در مورد تورم میدن چرا دروغینه، آماری که راجع به بیکارا میدن چرا دروغینه، و در نتیجه آماری که راجع به گروس نشنال پرادکت یا تولید ناخالص داخلی میدن چرا میگن به اصطلاح دروغینه و از رکود بیرون نیومده اقتصاد. حالا عزیزان ببینن این ریچارد وولف از دید دیگه ای به قضیه نگاه میکنه در رد ادعای این که اقتصاد ترمیم شده. درصد شاخص، این در کامن دریم در 29 جولای من گرفتمش، درصد تغییر در شاخص سود انحصارات، بهای سهام در بورس نیویورک، مزد هفتگی کارگران و میزان مشاغل. میخواد ثابت بکنه که اینا موقعی که میگن اقتصاد از بحران و یا از رکود بیرون اومده از یه جهتی کاملا درسته. چرا؟ سود انحصارات 39.6% بالا رفته از سال 2009 تا به امروز، یعنی قبل از حالا این به اصطلاح فروپاشی جدید داره صحبت میکنه، یعنی فرضاً تا اواخر جولای که این مقاله رو نوشته. سود انحصارات 39.6% بالا رفته. داو جونز که عزیزان میدونن سهام 30 شرکت عظیم، عظیمترین شرکت ها و ثروتمندترین چیزا، سهامشون در داو جونز اینداستریال بهش میگن، 45.8% بالا رفته. و S&P یعنی عرشبت که Standard and Poor، اینم یه بورس دیگه 500 که این خیلی اهمیت بیشتری داره برای اینکه 500 شرکت رو در نظر می به اصطلاح سهامش اونجا هستن، 44.3% بالا رفته. آره، از این جهت واقعا بانک ها و انحصارات سودشون به طور عظیمی رفته بالا و در نتیجه از رکود بیرون اومدن. ولی وضع مردم چی؟ متوسط درآمد هر ساعت کارگران بخش خصوصی 0.2% پایین رفته. نه تنها بالا نرفته، سود شرکت ها عزیزان ببینن چطور بالا رفته، ولی درآمد کارگرا چی؟ متوسط درآمد هفتگی کارگران 0.6% پایین رفته. میانگین درآمد هفتگی کارگران تمام وقت 1% پایین رفته. ایجاد مشاغل 3-5% پایین رفته. مردم از بحران و رکود بیرون نیومدن، شرکت ها چرا؟ انحصارات چرا؟ بیرون اومدن. بنابراین حتی ادعای این که واقعا از سال فرضاً بگیم 2008 تا 2009 گفتیم که یک رکود عمیق بوده و آمارهای جدیدی که بیرون اومده نشون میده که رکود فوق‌العاده عمیق‌تر از اون چیزی بوده که به مردم نشون دادن. بنابراین تمام اینها رو باید ما در نظر بگیریم که ببینیم
بذری رو که در حقیقت ریگان در دوم ماه اوت 1981 کاشت و یک جنگ تمام عیار طبقاتی علیه طبقه کارگر امریکا آغاز کرد، محصولش رو امروز روز دارن برمی دارن و اون گفته معروف رو در حقیقت ثابت میکنه که مانع واقعی بر سر پیشرفت سرمایه و سرمایه داری چیه؟ خود سرمایه است. یعنی خودش گورکن خودش میشه. بنابراین این رو ما دنبال میکنیم تا ببینیم به کجا خواهد رفت. عذر میخوام که من فقط یک ربع از وقت مونده و من برمیگردم به وضعیت در ایران. ابتدا من یه نامه ای رو که از ایران رسیده برای عزیزان میخونم و بعد راجع به اختلافات عمیقی که در بالا وجود داره و این کمیته های حل اختلافی که تشکیل دادن چیه و تا چه اندازه میتونه مسائل اینا رو حل بکنه. بنابراین من مجبورم سریع به اصطلاح اوضاع جهان رو ما باید دنبال بکنیم. تمام این رژیم ها از عربستان و کویت و بحرین و امثال هم و امثال هم و قطر و امارات و متحده عربی و عمان و اردن و مصر و اینا گرفته تا رژیم حاکم بر ایران، همه اینها بند نافشون بستگی به یک سیستم داره، سیستم سرمایه‌داری جهانی. من دلم میخواد اینجا یه توضیح هم داده باشم موقعی که من صحبت از سرمایه‌داری میکنم. منظور ما از سرمایه‌داری یه کسی نیست که یه مغازه دو دهنه یا سه دهنه یا چهار دهنه داره، یا یه کارگاه داره، یا یه کارگاه متوسط داره و حتی یه کارگاه بزرگ داره و یا یه تولید کننده متوسطه. همه اینهایی رو که من اسم بردم و از جمله تولید کنندگان ایران زیر فشار انحصارات، یعنی همون 500 فورچون، کمرشون داره خرد میشه. فقط کمر کارگرا خرد نمیشه، کمر تولید کنندگان و کسب و کارهای کوچک و متوسط داره خرد میشه. بنابراین دلم میخواد این رو عزیزان بدونن موقعی که ما از سرمایه داری صحبت میکنیم، صحبت از انحصارات بزرگ میکنیم که خون تمام بشریت رو دارن میمکن از طریق بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان تجارت جهانی که دولت احمدی نژاد و رژیم ایران با تغییر قانون 44 یا ماده 44 از قانون اساسی سرسپردگی کامل خودشون رو به این سیستم اثبات کردن. بنابراین ما اگه از سرمایه جهانی صحبت میکنیم منظورمون اینه، راجب گلوبالایزیشنه، راجب 500 شرکت عظیم جهانیه که اکثرشون واقعا در امریکا هستن، ولی البته بعضیاشون هم کانادایی هستن، ژاپنی هستن، اروپایی هستن، مکزیکی هستن. در مکزیک شما در حدود 9 تا 10 تا خانواده ملتی میلیاردر دارید که از میلیاردرهای امریکا ثروتمندترن. به همین ترتیب در برزیل، در روسیه، من آمار به اصطلاح چیزاشو برای عزیزان میگم که هر کدوم از این کشورها چند تا میلیاردر دارن. ایران بخشی از این سیستمه. اگه ما اوضاع جهانی و سرمایه‌داری جهانی رو باز میکنیم، برای اینکه سیستم ایران نوکر و سرسپرده اینه و شعار ضد امپریالیستی میده و این بزرگترین خدمت به امپریالیسم اتفاقا که رژیم ایران میکنه، که موقعی که فحاشی میکنه خیلی هستن به اصطلاح پیغامشون از ایران به من میرسه. الان عزیزان یکی یکی که از ایران برمیگردن که من باشون صحبت میکنم، میگن که آره این میاد همش از امریکا انتقاد میکنه. خب این حرفا رو روز شب جمهوری اسلامی هم داره میگه بارها و بارها. عزیزان اونایی رو که از نزدیکم من میشناسمشون، یه زمانی باشون کار کردم، عرشبت که و غیره و غیره، که آره این همون حرفای 40 سال پیشو میزنه، این همون. اینا متوجه نیستن که در شعار و در ظاهر این آدمای ریاکار ضد بشر که بر در رأس این حاکمیت هستن از ابتدای روی کار اومدنشون، اینا بخشی از این سیستم بودن، منتها شعار ضد امپریالیستی میدن ولی در خدمت امپریالیسم. و یکی از خدمات بزرگشون همین فحاشیای نمازای جمعه و امثال همه که در حقیقت اعتبار امپریالیسم، اعتبار به اصطلاح چیز رو، امریکا و اسرائیل رو در پیش مردم ایران بالا میبره. آمارشو من به عزیزان عرض کردم که در افغانستان یا پاکستان یا مصر و غیره و غیره
سیستم امریکا و به حساب به طور کلی امریکا 5% بیشتر طرفدار دارن، 95% از مردم علیهشن. در ایران نزدیک به 40% از جوونا همون ادا اطفارا رو بعضی اوقات میخوان در بیارن، طرفدارشن. هم اجناس رو بگذاریم، هر شبت که اینه که میخواستم عرض کنم صحبت از سرمایه داری که ما میکنیم، یعنی در حقیقت اونهایی که رأس در حقیقت این کورپوریشن های بزرگ هستن، نه یه کسی که همطور که عرض کردم مغازه 2 دهنه یا 3 دهنه یا حتی 4 دهنه داره، یا هر شبت که کارگاه کوچک و یا متوسط داره و به اصطلاح واقعا به نوعی به اصطلاح کمک میکنه به فرزن صنایع داخلی ما، یا اونایی که در زمینه کشاورزی دارن سرمایه گذاری میکنن، سرمایه های کوچک و متوسط، اتفاقا به اصطلاح به اینا باید کمک بشه در برابر به اصطلاح احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، که هدفش از بین بردن همین تولید کنندگان محلی و بومی و داخلی کشورهای جهان سوم به نفع در حقیقت انحصارات بزرگ جهانیه. در این حال این را هم میخواستم به عزیزان عرض بکنم. حالا برمیگردم به این نامه‌ای که از ایران اومده. عرض شود که عذر میخوام که باید من این نامه رو برای تغییر وضعیت موجود به شرایطی مناسبتر از طرف هر جناح و یا جریانی، بدون شناخت دقیق توانایی ها و امکانات لازم، ضمن اینکه کاری بیهوده و عبث خواهد بود که منجر به شکست می شود، بلکه موجب اتلاف نیرو به سرمایه. این به اصطلاح یک مقدمه است برای اینکه دولت احمدی نژاد و به طور کل سیستم در امریکا چگونه، در ایران چگونه داره عمل میکنه و چطور اقتصاد رو به طرف نابودی داره میکشونه. گفته بودن با حذف سوبسیدها و یا به قول آقایان هدفمند کردن یارانه ها و آزادسازی حامل های انرژی به دستور بانک جهانی و به دستور صندوق بین المللی پول، سرسپردگی کامل و شخص خامنه ای با تغییر اصل 44 قانون اساسی نشون داد که نوکر و سرسپرده امپریالیسم هرچی هم شعار بده. اینا تمامشون واقعا دست نشاندگان و نوکرای امپریالیسم، دشمنان ملت ما. این اصل رو که تغییر دادن و با این پیاده کردن هدفمند کردن یاران ها کشور ما رو چنان ضربه ای زدن که واقعا امپریالیسم هم نمیتونست این کار رو بکنه. گفته بودن که با حذف سوبسیدها و انرژی مبلغ 100 میلیارد دلار پسنداز ذخیره خواهد شد و از این راه گذر میتوان، یادمون بیاد که زمانی که میخواستن به مردم چی گفتن، 20% به بخش تولیدات و امور کشاورزی اختصاص بدن که تا کنون دیناری لحاظ نشده، 30% یارانه نقدی به مردم جهت جلوگیری از ضربه به قشر آسیب پذیر، و الباقی یعنی 50% باقی مانده رو صرف مخارج صنایع و سرمایه گذاری و ذخیره برای پیشبرد بهبود ساختاره اجتماعی و فرهنگی کرده و جامعه رو انشاءالله تعالی گلستان خواهند کرد. یادمون بیاد که این قولها رو به مردم دادن و با این ترفند نمایندگان و مقامات و بدنه کوته فکر و نادان حکومتی را فریب دادن و با شتاب هرچه بیشتر آن به اصطلاح به اصطلاح خودشون اینا رو عملی کردن یا عملیاتی کردن. ولی حساب خانه با بازار، با بازار خانه خانایی نداشت. حالا ببین چه اتفاقی افتاده. ظرف مدت هشت ماهه پرده ها کنار رفته و ماهیت طرح موجود که البته پیشا پیش برای آگاهان و روشن فکران روشن بود و آن را خیزی جز به طرف وابستگی هرچه بیشتر، دقیقا همینطوره، به سرمایه داری افسار گسیخته جهانی و همخوانی و همنوایی با صندوق بین المللی پول و چراغ سبز به کاخ سفید و سرسپردگی هرچه بیشتر به امپریالیسم جهت ادامه ی حیات حاکمیت استبدادی. دارن چراغ سبز به کاخ سفید میدن.
جهت ادامه حیات حاکمیت استبدادی امنیتی نظامی نمیدانستند و با صدای بلند افتادن تشت رسوایی از بام ولایت، پنبه فرو برده شده گوشهای معیوب نمایندگان و مقامات نابخرد نظام به بیرون پرتاب شد و خبر شوم روزهای سخت پیش رو با اعتراضات و فریادهای هیستریک آنان مردم رو خشمگیر و آزرده خاطر کرد. حالا برابر اظهارات جدید برخی از نمایندگان مجلس و دست اندرکاران اقتصادی، حالا میفهمیم که چرا چنین اختلافی در بین اینها افتاده. برای اینکه تضادهایی که هست و خرابکاری که کردن اصلا حد و مرز نمیشناسه، به همین دلیل که به دست و پا افتادن و این اختلافات عمیق در بینشون پیدا شده که دست و پا میزنن. هم اون به اصطلاح کمیته حل اختلاف اصولگرایان رو درست کردن، هم جناب خامنه ای به اصطلاح یک کمیته حل اختلاف بین سه تا قوه رو به وجود آورده به ریاست آقای شاهرودی، که خیال میکنن با این چیزا، با این ترفندها میتونن واقعا اختلافات رو حل بکنن. تا یادم نرفته چون وقت داره میگذره، عزیزان، دکتر سهیمی در سایت تهران بیورو مقاله مفصل و بسیار جالبی واقعا نوشته راجع به همین اختلافات، تاریخچه‌شو باز کرده و بعدش چیزایی که پشت این تشکیل این هیئت حل اختلاف هستش اینا رو مفصل باز کرده و واقعا مقاله خوندنیه. عزیزان میدونن من سایت تهران بیورو رو هم بارها به بارها به عزیزان معرفی کردم، به زبان انگلیسیه ولی اونجا هم اخبار ایران هست و هم خلاصه ی اخبار رو دکتر سهیمی به اونجا به اصطلاح چیز میکنه، هفته به هفته و یا روز به روز حتی، و بعدش هم مقالات به اصطلاح تفسیری داره که واقعا این جریان و این اختلافی که در بینشون افتاده چیا هست. برابر اظهارات جدید برخی از نمایندگان مجلس و دست اندرکاران اقتصادی، عملا دریافت‌های آزادسازی حامل‌های انرژی که بنزین رو این همه گرون کردن، برق رو، آب رو، تمام اینها رو به مبلغ 35 میلیارد دلار میباشد که قرار بوده 100 میلیارد دلار باشه، که اگر مقدار 5 میلیارد دلار عوارض مربوطه از آن کسر گردد، مبلغ 20 میلیارد دلار طبق تعهداتی که دولت نسبت به پرداخت یارانهای نقدی و بخش تولید کشاورزی کرده است، عرض شود که 20 میلیارد دلار کسری داشته و تاکنون اعلام نکرده است که از کدام منبع باید آن را تأمین کرد، که الان خیلی ها واقعا دارن میگن که این یارانهای نقدی رو قطعشون خواهند کرد، برای اینکه از کجا بیارن؟ به جای اینکه بسا این حامل های انرژی رو که اینجوری آزاد کردن و این همه گرونشون کردن 100 میلیارد براشون درآمد داشته باشه، 35 میلیارد دلار بیشتر درآمد نداشته. حالا پولی رو که باید به مردم در حقیقت یارانه نقدی به قول خودشون به ضعفا بدن، از کجا باید بیارن؟ و بعدش عزیزان اخبار رو بخونن که چطور فرضاً 40 یا 45 هزار تومان که توی حساب اینا، حتی یه خانواده 7 نفری پول برقشون و آبشون و گازشون و سایر به اساس چیزشون چقدر رفته بالا و چطور اینا کاملا اینو این یارانه های نقدی رو چطور این گرون شدن بلع کرده واقعا و خونسا کرده و چطور جامعه رو به طرف فقر برده و حاصل کار نابودی زیرساخت های تولیدی، مزمحل شدن کشاورزی، که اینا چه جنایتی مخصوصا نسبت به کشاورزی ایران کردن، تعطیل کردن های کارخانجات، زمین گیر شدن و سرگردانی و بیکاری کارگران و کارمندان و بخش های خصوصی و نیمه دولتی و نهایتا فقر و بدبختی گردیده و شد آن چیزی که بخش عظیمی از آگاهان و فعالین سیاسی و روشنفکران آنها رو پیش بینی کرده بودن. بعد یکی از مشاهدات خودشون میگه که چند روز پیش یکی از مسئولین فنی نمایندگی شرکت گاز اظهار می داشت، به طور خصوصی گفته بهش،
در دهستانی که حدود 2000 خانوار جمعیت 2000 خانوار جمعیت دارد، تعداد 700 خانوار کنتور گازشون دستکاری شده بود. یعنی اینکه گاز مصرف می‌شده، اما شماره لازم که قیمتش رو معین که منظور نمی‌شده. مردم مقاومت مدنی یعنی چه؟ پول گاز و آب و برق و اینا رو مردم نمی‌دادن. و لیست بلند بالایی در دست داشت که 50% خانواده‌ها رو تشکیل میداد که اینا پول گاز که اکنون نتونستن پول گاز مصرفی رو بپردازن. و جالب این که به مردم حق میداد، همین کسی که خودش دولتیه، و عاجزانه میگفت که به ما از بالا فشار میآورن مردم بیاین اقساطی عرشبت که ما کارشون رو درست میکنیم. یعنی در حقیقت عرشبت که اینطور، من وقتم تمامه، عزیزان میدونن که ساعت 9 شب این دوباره به حساب تکرارش پخش میشه که 8:30 صبح فردای عرشبت که یک شنبه روز در ایران خواهد بود. من تا شنبه آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. ممنونم راسخ جان.